ریاست امور زنان ولایت هرات بیش از یک سال است که توسط سرپرست اداره می شود. مسئله که به باور فعالان حقوق زن عمدترین مشکل سد راه طرح و اجرای برنامه های توسعه‌ای برای زنان در این ولایت شده است. فعالان حقوق زن می گویند که مسئله سرپرستی سبب شده تا این ریاست که یگانه ریاست مختص به زنان است، در راستای حل مشکلات زنان در این ولایت آنطور که باید مؤثر واقع نشود. شماری از فعالان حقوق زن در هرات بر این باورند که دست درازی یک سری افراد به خاطر تقرر شخص مورد نظر به عنوان رئیس این اداره سبب شده که مدت زیاد این اداره توسط سرپرست اداره شود. یک سری مشکلاتی وجود داره که کسایی میخواهند که جابجایی های صورت بگیره، مثلا از مردم متنفذ، از مردمی که بیشتر فرصت طلب و چوکی طلب و اینا هستند، میتونند که اینا به نحوی یا افرادی هستند که میخواهند سوء استفاده ببرند از یک نفر به ریاست معرفی میکنند، اونا عملکرد دولت در حقیقت ضعیف میسازند. بر اساس قوانین کشور صلاحیت هایی را که به رئیس یک اداره داده می شود سرپرست دارا نمی باشد. صلاحیت های همچون طرح برنامه های توسعه‌ای، تقرری ها و مواردی از این دست که عمدترین موارد در یک اداره محسوب می شود توسط سرپرست قابلیت اجرا شدن را ندارد. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن در هرات می گویند که بر علاوه مسئله سرپرستی، کاهش کارمندان در اداره امور زنان نیز مشکلات را به وجود آورده است. چالش و پرابلم ریاست امور زنان از امروز و از دیروز نیست که حال ما بگیم که ریاست امور زنان به وسیله وارسی کننده حتی وارسی میشه. مشکلاتی داریم که خود وزارت در مجموع یک وزارت پالیسی ساز است و فاقد صلاحیت اجرایی هست، بودجه خاصی به خاطر اجرای برنامه ها خود نداره، به این خاطر همیشه تانسته که یعنی نتانسته مشکلات زنها رو به وجهی که لازم هست رسیدگی کنه، اونا رو حل بسازه. تعداد پرسنلی که در ریاست امور زنان موجود بود که او هم کافی نبود به خاطر فعالیت های یک شهر با درجه اول با 4 میلیون نفوس، ولی اینا هم در اواخر تنقیص شده و تعداد کارمندان از او هم خیلی کم شده و به وسیله یک وارسی کننده پیش برده میشه. در هفته گذشته عزیز کریمی سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات نیز از مقام سرپرستی استعفا کرد. مسئولان در اداره مالی هرات میگویند که پس از استعفای وی این ریاست توسط یکی از کارمندان آن به عنوان وارسی کننده اداره می شود. مکتوبی برای ما ارسال شد از طرف خانم کریمی که استعفا دادم. در اسرع وقت ما تمام پرسنل ریاست زنان را خواستیم دفتر خو و از بین خود اینا با نظر خود اینا یک نفر به عنوان وارسی کننده انتخاب کردیم تا ای که نفری که به عنوان ریاست امور زنان از کابل مشخص بشه به ولایت هرات تا او معرفی بشه برای ما. چند قبل امتحان رقابتی بین شماری از نامزدان بست ریاست امور زنان هرات در کابل مرکز کشور برگزار شد که انیسه سروری توانست در این رقابت پیروز شود، اما شماری از نامزدان در این مورد شاکی بوده و اعتراض کردند. مونسه حسنزاده معاون امور اجتماعی والی هرات میگوید که پس از بررسی شکایات قرار است رئیس جدید این اداره در آینده نزدیک به کارش آغاز کند. پروسه به بخش سم شکایات رسید و او طی مراحل خود خودش و تقریبا 3 ماه هست که بحث شکایات بررسی میشه و به همین هفته طبق اطلاعاتی که ما داریم به خانم سروری تماس گرفته شد و از اونا خواستم که به کابل بیایم و یک سری کارها خورد تا مراحل بکنم که انقریب ما هم منتظر همی هستیم که بالاخره یک نفر به عنوان رئیس امور زنان انتخاب بشه. تا چند سال اخیر هرات شاید افزایش آمار خشونت علیه زنان بوده که به باور آگاهان امور مسئله سرپرستی عمدترین عامل افزایش خشونت ها علیه زنان در این ولایت می باشد.